با درود مجدد به شما بینندگان عزیز تلویزیون پویش به برنامه کانال رنگین کمان و برنامه رنگین کمان خوش آمدید. در بخش اول همونطور که حتما دیدید بحث بر سر مشخص کردن معادلات سیاسی در این سه ضلع از سیاست، یعنی ترامپ، جمهوری اسلامی و ما مردم بحث شد و مهمانان من هر یک دیدگاه خود را مطرح کردند. اما به دلیل ضیق وقت و فشردگی خود بحث و مهم بودن بحث به موضوع مردم کمتر توانست اشاره شود. مایل هستم این بار روی موضوع نقش مردم، نیروهای سیاسی و اجتماعی که چه تدبیری و چه اندیشه‌ای میبایستی برگزینن، چگونه سازماندهی مبارزاتی رو در پیش بگیرن پرداخت بشه و همچنین روی صحبت‌هایی که دیگران در این پنل داشتن، اگر نقدی هست، چالشی هست، حتما در این بحث مطرح شود. این بار مایل هستم از مهمان عزیزم خانم ژاله وفا آغاز کنیم. به سراغ ایشون روی اسکایپ می‌رویم و ببینیم خانم وفا در این مورد چه می‌گوید. خانم وفا بفرمایید. عرض کنم خدمت شما، من در دور اول صحبت حضار محترم رو شنیدم. صحبت‌های خانم قربانی ربط مستقیم پیدا می‌کنه به وضعیت نسل جوان در حال حاضر که متأسفانه منم هم نظر هستم که از اندیشه دور شدند. اما چاره اگر اپوزیسیون طرفدار خط استقلال آزادی و رشد عدالت اجتماعی در این میبینه که جنبش باید جنبش مردمی باشه، فشار جنگ و تهدید و تحریم از سر ایران کنار گذاشته بشه، به غیر از تکیه به نیروی مردمی نیست. پس بنابراین اون زمین سازی ابتدایی در جامعه، یعنی بالندگی و رشد در جامعه باید دامن زده بشه. وظیفه اپوزیسیون هر چقدر قلیل باشند، که گمان نکنم به این حد قلیل باشند، طرفداران خط استقلال آزادی و کسانی که وابسته به قدرت‌های خارجی نیستند، چون برد نظرشون زیاده، چون به وجدان تاریخی جامعه برخورد میکنن، به وجدان همگانی به صورت اتصال پیدا میکنن، این است که هم وظیفهشون رو در خارج از کشور، یعنی به عنوان که افکار عمومی جهان رو برانگیزن بر مظلومیت ملتی که تحت یک نظام استبدادی مثل نظام لاتفقی قرار گرفته و از ابتدای انقلابش هم فشار خارجی همواره برای دست آوردن منافع بوده، تحریم ها به سوی مردم بوده. پس بنابراین اپوزیسیون مستقل و آزاد افکار عمومی جهان رو باید برانگیزه به حمایت از یک جنبش مردمی در درون ایران. اتصال و محل عمل این اپوزیسیون با داخل کشور باشه و مردم باشن، نه نظام حاکم. و بنابراین با وضعیت سنجی، با اتخاذ راه حلها برای معضلات متفاوت در بعدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی با جامعه ایران فعال باشه، متناسب با آرمانها و حقوق ملی و به اصطلاح در راستای ایجاد یک مردم سالاری و دولت حقوقمند با معضلات فکری راه حل مثلا برخورد کنه و راه حل ارائه بده. پس بنابراین در غنای فرهنگی جامعه ایران کوشا باشه و همچنین اپوزیسیونی رو که همونجور که چلبی مانندها در زمان عراق میخواستن نقش بازی بکنن که بازی هم گرفته نشدن، وابستگان رو همجور که آقای قاسمی هم به درستی بخشیش رو اشاره کردن افشا کنند، اونهایی که زمین ساز فشار خارجی و سوء استفاده نظام حاکم از این فشار خارجی میشه برای هرچه بیشتر فشار آوردن به مردم ایران و جلوگیری از زمین جنبش، در این راستا باید کوشش کنند. و اول از همه این است که خود رو تبدیل به یک بدیلی کنند که در رفتار و پندار و گفتار الگوی اون آرمانی بشن که جامعه ایران رو به سوی اون نوید میدن و در یک مردم سالاری و یک ایران حقوقمند ایران رو در آینده ایران رو میبینن. چون اگر این
الگو وجود نداشته باشه و در عمل و گفتار نباشه خود اپوزیسیون، جامعه بدیلی و جانشینی برای تغییر این نظام نخواهد. امیدوارم کوتاه صحبت کردم. بسیارم منسجم، سپاسگزار از شما. وقتم یه چند ثانیه‌ای داشتید این بار، ولی سپاسگزار از شما. آقای ایجادی، شما وقتی به مردم، به نقش اپوزیسیون اشاره کردید، نگاهی رو یا نگاه‌هایی رو از این به سوی دو قطب دیگه مورد نظر قرار دادید. گفتید برخی امید بران بستند، بران زل، و برخی بران یکی دیگر از این زل. خب در اینجا صحبت بر سر اینه که باید بر قدرت و نیروی خود تکیه نمود. آیا اصولا می شود از معادلات و برخورد این معادلات سیاسی و چالش های اونها هم نیروی اپوزیسیونل استفاده بکنه، بهره ببره از تقابلات، بیان که خود رو ببازه و هستی خودش رو ببازه، استقلال خودش رو ببازه؟ این رو هم دوستان در برخورد خودشون بهش توجه بکنن. و در خاتمه همین پرسش از خانم وفا هم خواهد بود. بفرمید آقای ایجادی. برای پاسخ به این پرسش شما، نکته مهمی که هستش اینه که اپوزیسیون کنونی ایران و شرایط واقعی او چیست؟ آیا منظور ما از احزاب، سازمان‌ها، انجمن‌ها و یا شخصیت‌های کاملا پراکنده و گوناگون هستش؟ آنچه که واقعیت هستش اینه که نگاه من در ارتباط با اپوزیسیون، اون بخشی که تا یه حدودی دارای سازماندهی‌های خاصی دارن، مانند مجاهدین، مانند طرفداران سلطنت، مانند عرضم حضورتون که نیروهای کما بیش قومگرا، اینها دارای به هر حال امکانات چه بسا بیشتری باشن از نظر بودجه، از نظر به اصطلاح نظامی، سازماندهی و غیره و ذلک. ولیکن بخش اساسی اپوزیسیون ایران فاقد تشکل هستش، یعنی یک مجموعه جزایر افراد هستند. شما در داخل ایران که به خاطر اینکه وضعیت به اصطلاح استبداد هست، ما نمیتونیم تجلی این اپوزیسیون رو ببینیم، به خاطر اینکه اپوزیسیون های درون خودی ها هستند و ما این رو برای ما مورد اعتبار نیست. آنچه که در خارج کشور هستش، اونجایی هم که ما میبینیم که این اپوزیسیون ها به عنوان احزاب و سازمان های گوناگون هستند، واقعیت کردار و عمل اینها در واقع در طی این 40 سال میبینیم که بسیار بسیار یا نزدیک به صفر بوده یا بسیار ضعیف بوده. یعنی کسانی که 10 سالی که میگن که ما باید متحد بشیم، باید به اصطلاح جمع بشیم، هرگز نتونستن به این مسائل اساسی پاسخ بگن. و ما نوشته ها رو نگاه بکنیم، برخوردی که به جامعه ایران هستش، من فکر میکنم که اپوزیسیون ایران در یک مفهوم گستردهش دارای یک عقب ماندگی بسیار گسترده ای هستش. به عنوان نمونه مشخصش رو میگم، اگر مثلا به عنوان نمونه مسئله محیط زیست در برنامه اینها وجود نداره، به عنوان حساسیت اینها نیستش، این یک امر بنیادی هستش. باشه ولی توجه خاصی بهش نمیشه. دقیقاً. و به این خاطر هستش که ما در واقع نسبت به این اپوزیسیونی که مجموعه از افراد هستن که به تبع باید ما این شخصیت ها رو بهش توجه بکنیم، اینها به هر حال نیروهای یک ملت هستند، ما به هرگز نباید برخورد منفی به این افراد بکنیم، ولی بودن افراد مساوی با بودن تشکل‌هایی که وارد یک مناسبات دیپلماتیک، مناسبات ابعاد سیاسی از جمله در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرند. و به همین خاطر هستش که من به عنوان یک نگاه عمومی فکر می‌کنم که در شرایطی که یک اپوزیسیون مستقل باشه، یعنی شفافیت، اتیک، یعنی اخلاق اجتماعی افرادی که رهبران اینها هستن، اونجایی که برای من نوعی بوی بد میاد، من به هیچ وجه نسبت به اونها اعتمادی نخواهم کردش. من اپوزیسیونی که میخواد با پول عربستان سعودی یا مثلا آقای ترامپ حرکت بکنه، این حرف مورد من شخص به عنوان یک شهروند ایرانی نمیتونه مورد اعتماد من قرار بگیره. و بنابراین امروز ما با این آشفتگی هستش نمیتونیم هم وارد یک مناسبات دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی بشیم که این بتونه تأثیر بذاره در روند تحولات جامعه
ما، و بنابراین اگر اتفاقهایی در ایران صورت بگیره، جنبش مردم شکل در واقع سیکلیک و دوره‌ای داره، جنبش ها رو نمیتونین اینطوری به وجود بیارید این حرفا، برای اینکه یک بنیادهای جامعه شناسی داره. ولی که از سوی دیگه من شنیدم که حتی محافل نزدیک به آقای ترامپ به برخی نیروها اخیراً پولهایی رو دادند. این پولها از جمله گفته شده در ارتباط با جاهلان و این یه سری از این کلاشابگایی ها اینا پول گرفتن، یه سری من شنیدم به آقای به مجاهدین دادن، به طرفداران سلطنت دادن، دو یرفا. این بیان به هر حال تلاش اونها برای ایجاد فشار روی حکومت اسلامی موجود هست. البته اگر اسم نبریم الان بهتره، برای اینکه ما خودمون رو در یک فاصله از یه سری اسم مسائل قرار بدیم. ولی اگه نکته دیگه هست 30 ثانیه وقت دارید. 30 ثانیه وقت دارید. نه من فقط اینو میخوام بگم که ما برای اون اپوزیسیون سازی در واقع واقعا به کار باید فهمید دموکراسی چیست و آزادی فکر یعنی چی، و باید امروز در جستجوی ایجاد احزاب جدید باشیم. احزاب گذشته کاملا ناکارا هستن، اونها رو همه و همه مورد انتقاد شدید و قطعی باید قرار بگیرن. به این خاطر هستش که یکی از جنبه های اساسی ما این بازنگری، بحث من به معنای کمونیستی نیستش که بیام انتقاد از خود بکنیم و غیر، به هیچ وجه، این که مفهوم دموکراسی رو بفهمیم. طبعا جامعه انسانی هستش، ما در ضمن با مسائل ویژه انسان ها مواجه هستیم، مسئله قدرت هست، مسئله به هر حال اینکه آدم ها میتونن نسبت به همدیگه حسود باشن، این هم هست. ولی که اون جنبه اساسی که هستش باید به آنچه که وجود داره به عنوان احزاب سازمان اعلام میشه، من شخصا امروز دیگه اعتمادی ندارم. فکر میکنم که راه باید باز بشه برای ایجاد نهادهای جدید. شما چی فکر میکنید آقای قاسمی؟ فکر میکنید که ما بر مبنای آنچه را که تاکنون داشتیم قادریم در عرصه سیاست دخالت درست و مناسب بکنیم، یا میبایستی یک دگرگونی در خود به وجود بیاریم؟ این هم زمینه میشه به پرسش اصلی. خیلی متشکرم از صحبت آقای ایجادی که من باشون موافق هستم، به نکات خیلی جالبی توجه کردن، همینطور از صحبت های خانم وفا. من مدت هاست که واقعا اعتقادی به اپوزیسیون در خارج از کشور ندارم. از اون آدم هایی هم هستم که حدود 40 ساله برای به وجود اومدن اتحاد، کسایی که منو میشناسن شاهد هستن، در رده های مختلف کار کردم ولی بی نتیجه بوده. روی سخن من به ایران، در ایران انواع اقسام اپوزیسیون و مخالفین وجود داره که اینها شکل نگرفتند. من ترجیحی یا مخالفتی با هیچ کدوم از اپوزیسیون یا کسانی که با جمهوری اسلامی و با رژیم و نظامی که در بر سر کار مخالفت دارن، من مخالفتی ندارم. همه اینها رو به هر شکلی که خودشون صلاح میدونن مبارزه کنند و تایید میکنم، از اصلاح طلب گرفته، از نماینده مجلسی گرفته که انتقاد میکنه به پولی که در آستان قدس رضوی خرج کارهای دیگر میشه، یا از کسانی که در اصلاح طلبن در زندان هستن، یا کسانی که از اعضای جبهه ملی هن مثل آقای کورش زعیم که الان چند ماه در زندانه، و کسان دیگه. همه اینها رو تایید میکنم. به نظر من هر کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشه و برای آزادی و دموکراسی و استقلال ایران و از بین رفتن نظام مذهبی فعالیت بکنه مورد تایید منه. یک جایی من اختلاف، یعنی مشکل دارم، و اون وابستگی به بیگانگانه. هر کس میخواد باشه این بیگانه، اونجاست که کار خراب میشه. بنابراین از مردم ایران میخوام به هر شکلی که خودشون
صلاح میدونن، در هر چارچوبی که خودشون صلاح میدونن، در مدرسه، در اداره، در محله، در دانشگاه، هر جایی که صلاح میدونن این اعتراضات خودشونو به گوش مردم دیگر برسونند و سعی بکنن خودشونو به شکلهای مختلف متشکل کنن. وقتی که انقلاب 57 به وجود اومد ما اپوزیسیون اینطوری نداشتیم، اونجا هم پراکنده بودیم، البته نتیجهش این شد که امروز هست چون پراکنده بودیم، ولی خوبه که این هسته ها به وجود بیاد، این هسته ها بتونن به هم نزدیک بشن و عجلم به نظر من نباید بکنیم، باید بذاریم جامعه خودشون حرکت معمولی خودشو بکنه و اعتقاد داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم به اینکه موقعش که برسه جامعه میتونه کار خودشو انجام بده. امکان داره، حالا من فقط یه 30 ثانیه از شما در واقع پاسخ میخوام، امکان داره جامعه این عجله رو نداشته باشه که من بعید میدونم، یا ما فکر میکنیم هنوز به اون مرحله نرسیدیم، ولی امکان داره پروژه هایی از بیرون قرار اعمال بشه برای تغییر در داخل، یعنی تعجیل از جای دیگه میاد که من و شما به طور مستقیم دست درش نداریم و دخالتی نداریم و اون شاید اون داره دخالت میکنه. اینجاست که اون وقت نقش اپوزیسیون باید چگونه باشه در چیزی که داره از بیرون تامین میشه و این قادر نیست به سازماندهی در صحنه مبارزه. هر چند کلمه افشاگری گفتن، نام بردن، الان شما گفتید نام نبرید، من اجازه میخوام ازتون که اجازه بدید نام ببرم، با اشکال نداره بیان هر کاری میخوان بکنن، ولی به نظر من کسای دیگری که در این زمینه باز این کار کردن احزاب کردن، یعنی یکی از اونها به طور مشخص حزب دموکرات کردستان ایرانه که هم برای ترامپ چیز نوشته و هم خواسته که این کار، اینها درست نیست، اینها شایسته ایرانی نیست و این کار رو نباید کرد، و کسای دیگر، جوانها، و این من برمیگردم به صحبتهای خانم مهتاب قربانی، درسته که ما در بین جوانها یک عده‌ای رو داریم که خب مثل شما فکر میکنن، ولی یک عده‌ای هم داریم که اومدن به این اروپا و من دیدمشون، پیش من اومدن رفتن، الان به طور آشکار این ور اون ور در تایید از امریکا، در تایید حمله ترامپ به ایران دارن صحبت میکنن و مینویسن، و واقعا ساعاتی رو که من با این آدم ها گذروندم حیف شد و به بی نتیجه شد. خب آقای قاسمی نه تنها برای ما مشکل حقوقی ایجاد میکنن، که البته نه، چون هر کس حق داره نظر خودش رو اگر موافق نیست در این رسانه بیاد مطرح بکنه، ولی برای شخص منم مشکل ایجاد میکنن به این معنی که همه میدونن من دوستان بسیار خوبی در مبارزان کرد دارم و معتقدم که مبارزان کرد شایستگی های بسیاری دارن، حال باید نکاتی رو روشن کرد که فکر میکنم فرصت هست که ما روشن بکنیم در آینده، و امیدوارم روشن بشه آقای قاسمی. خب همین که امیدواری خودش بسیار نکته بسیار خوبیه. میبینی بحثا چگونه است خانم قربانی؟ من کلی نکته دارم. خب حالا من میخوام اون نکته ها رو از شما بشنوم. یعنی ببین این بحثا رو به این معنا نیست که همین بحث رو سال هاست اپوزیسیون خارج کشور داره. این عزیزان نمایندگان فرهیخته این اپوزیسیون هستن، بنابراین با یک تفاوت از لحاظ کیفی بحثا داره انجام میشه. مایل هستم نظر شما رو هم بدید. من ابتدا میخواستم در مورد سخنان آقای قاسمی یه چیزهایی رو بگم. اول اینکه من میدونم که مردم ایران، حداقل بخش وسیعی از مردم ایران، جنگ نمیخوان، یعنی به تمامیت ارضی ایران معتقدند و به اینکه نمیخوان نیروی بیگانه ای واقعا وارد ایران بشه و اینطوری سرنوشتشون عوض بشه، و کاملا موافقم که این اصلا شایسته ایران نیست. اما شما فرمودین که ما در اپوزیسیون داخل ایران، نام بردید از اصلاح طلب ها،
از کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی که توی ایران هستن، من میخوام بگم که من فکر میکنم سطح مطالبات باید بالا بره داخل ایران، به خاطر اینکه ما یک خط قرمزی داریم و خط قرمز ما حکومت اسلامیه، حکومت جمهوری اسلامی ایرانه که اولا که جمهوری نیستش، در واقع فقط حکومت اسلامیه. تا زمانی که اصلاح طلبهای ما حرفشون براندازی نظام نیستش، تا زمانی که کنشگران سیاسی داخل ایران با اون اصل ولایت فقیه مشکلی ندارن، ما در واقع کاری از پیش نمیبریم. میدونید توی جنبش 88 خب ما مسئلمون این بود که خود آقای موسوی، مسئله ما این بود که ما باید اصل نظام رو نخوایم، که نمیخوایم، که بیشتر مردم ایران نمیخوان، اما چون آلترناتیوی ندارن، چون جایگزینی ندارن، خب میرن دنبال آقای موسوی. من اجازه دارم یه پرانتز باز بکنم، چون اون نقطه من یادم از آقای قاسمی سوال کنم. بله قاسم، یادم رفت سوال کنم، برای اینکه چون نقطه نظرت ایشون رو میشناسم، میدونم یک تمیزی ما بین اصلاح طلب و دیگران قائل بودن، ولی در اینجا این جمله ربط پیدا نکرد، درست نشد. مایلم اینو درست بکنم. ببینید، ببخشید، خیلی متشکرم، سوال خیلی خوبیه که من میتونم یه ذره روشن بکنم در عرض چند ثانیه، و اون اینه که من خودم معتقدم که این رژیم باید بره، اصلاح پذیرم نیست و سرنگون باید بشه و همه کوششم هم در همین راهی. اما اگه یک کسی دیگه ای در ایران به یه شکل دیگری عمل میکنه که نتایج اجتماعیش کمک میکنه به این که یک حرکتی به وجود بیاد، مورد تایید منه. یعنی این تفاوت رو میخوام اینو بگم، هر حرکتی، کوچکترین حرکت بشه که این ستونهای جمهوری اسلامی رو به هم زد، باید تاییدش کرد، ولی با چیز درسته نمیتونه. نه میتونین، ببخشید، بعضی از حرکت ها منجر میشه به سرکوب و ناامیدی بیشتر مردم. شما حتما شکست کودتای سال 32 رو به خاطر دارید که من ندارم، من نبودم، ولی واقعا همین اتفاق بعد از سال 88 چیزی شبیه به اون اتفاق به همون گستردگی در جامعه ایران افتاد. ما اعتمادمون رو به جنبش های داخل ایران از دست دادیم، ما سرخورده شدیم، سرکوب شدیم و از ایران بیرون اومدیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که رهبر مشخصی نداشتیم، به این دلیل که کسی رو نداشتیم که دنبالش بریم. میدونیم سعی کردیم خودمون حرکت رو ایجاد بکنیم، ولی ما رو بازی دادن، ما بازی خوردیم. آقای موسوی گفتن بیاین تو خیابون، ما همه رفتیم، بعدشون چیکار کردن؟ رفتن. نه، رفتن خونه شون اصلا. اگه اون شب ایشون تو میدون آزادی میموندن چه اتفاقی میافتاد؟ ولی همه چیز عوض شد. و اگر که شما صحبتی دارین بفرمایید، اگر نه که من فقط دو کلمه بگم چون به من روتون بود و اینها. ببینید، فقط در چند کلمه، جنبش های اجتماعی هر دفعه به نتیجه نمیرسن. بله. ده بار شکر میخورن تا اینکه یه بار به نتیجه برسن، بنابراین چیز امر طبیعیه. درسته. خب من وقتی شماست. نه من یه چیز کوچیک که دیگه که میخواستم بگم این که نه، اتفاقا از اساتید دیگه هم کلی سوال دارم، ولی چون شما آخرین نفر بودین حالا اینا رو اول نمیشتم. کلی داستان دارم. من میخوام بگم که یک چیزی که من در اپوزیسیون دیدم، دریافتی که من داشتم به عنوان یه آدمی که 32 سالمه، این بوده که اپوزیسیون خیلی تئوری بافته برای من تو تمام این سالهایی که من به هر حال آدمی بودم که دنبال میکردم. دنبال عمل بودیم؟ بله، همش تئوری بوده، تجلیل بیفایده از گذشته بوده، بدون اینکه نقاط کلیدی و طلایی گذشته رو پیدا بکنه. بله، بیشتر تجلیل بوده، اما ما تو گذشته خودمون نکات کلیدی و طلایی داشتیم. واقعا ما دکتر بختیار رو داشتیم، ما مصدق رو داشتیم. این خیلی ارزشمنده. دو تا پایگاه توی ایران بین مردم ایران، شاید حداقل مردمی که من باشون در ارتباط بودم، وجود داشت. مجاهدین نبودن واقعا هیچ موقع، سلطنت طلب ها بودن و کسایی که طرفدار همیشه دیدم با احترام بسیار زیادی از شاپور بختیار یاد شده. آیا واقعا این نهضت پتانسیل این رو نداره که از تئوری بیاد بیرون و تبدیل بشه به یک نهضت عملی؟ من فکر میکنم پتانسیلش رو داره. خب اون برمیگرده به یه سری میکانیزم های دیگه حتما که میبایست مورد بحث قرار بگیره، چگونه این ساختار فکری نتونست یک رابطه ارگانیک با میدان مبارزه پیدا بکنه. اون من فکر کنم داخل ایران بسیار بله، آماده. اون یک بحث بسیار لازم و شاید آسیب شناسه باشه که باید در یک مرحله دیگه بهمون بپردازیم. خب به هر حال نوبت شما رسید آقای رضا اکرمی.
و نفر آخر در این پنل نظر شما رو میخواییم بدونیم. من فکر میکنم ما چون بحث شد سر این که وضعیت نیروهای مقابل این دو قطب آمریکایی که بالاخره این هدف ها رو داره و جمهوری اسلامی که بر سر جاش نشسته و بحران ساز هم هست و سرکوبگر هم هست، ما قرار گرفتیم کجاییم؟ معمولا ما گفتیم چی نمیخواییم و این رو ما باید یک کمی ازش فاصله بگیریم و این دنبال چی هستیم. یعنی من فکر کنم اون چی که هنوز سردرگمی وجود به وجود آورده که کار رو میکشونه به اونجا که ما اسامی رو هم بگیم یا نگیم، اینه که خودمون روشن نکردیم که از چی دفاع میکنیم و به چه صورتی در این شرایط مشخص از اون دفاع میکنیم. ببینید همه این نیروهایی که لااقل به طیف نیروی ترقی خواه یا نهضت ملی، چپ، طرفداران محیط زیست، این مجموعه وقتی شما در نظر بگیرید، این مجموعه همیشه گفته استقلال، آزادی، جمهوری. حالا اینا کردنش جمهوری اسلام. درست شد؟ در شرایط امروز ایران این چگونه معنی میکنیم ما این رو؟ من فکر میکنم در شرایط امروز ایران ضمن این که حتما باید تأکید کرد که هیچ گونه رابطه‌ای به اون شکلی که گفتم با این نیروی خارجی نمیتونی داشته باشی و به اعتبار اون نمیتونی بیای جلو، از مسیر دموکراسی و آزادی استقلال تعمیم میشه. امروز شعار استقلال جمهوری اسلامی میگه که مستقله و به همین دلیل هم داره نیرو بسیج میکنه هنوز. بس استقلال نداره، استقلال اقتصادی نیست، در زمینه سیاسی هم حتی قدرت نداره که تصمیم بگیره. سر مسئله هسته‌ای دیدیم، سر مسئله جنگ، آتش بس سر جنگ دیدیم. خب اینا استقلال تو وقتی داری یعنی چی؟ یعنی که تو متکی بر نیروی مردمی. یک نیروی دموکرات و دموکراتیک، نیرویی که منتخب مردمش هست، اون نیرو میتونه از استقلالش دفاع بکنه. بنابراین کلیدی که ما امروز باید بزنیم، کلید آزادی و دموکراسی است. برای آزادی و دموکراسی طبیعتا تو هم در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیری، هم در مقابل تهاجم خارجی. هیچ نیرویی به نظر من بدون برخورداری از هیچ مردمی، اینجوری بگم، هیچ ملتی بدون برخورداری از حق حاکمیت خودش که این هم در انتخاب آزاد خودش معنی پیدا میکنه، درسته، امکان نداره که بتونه از استقلال خودش دفاع بکنه. امکان نداره، غیر ممکنه. بنابراین کلید مسئله اینجاست، ما باید بر این خواست محوری بایستیم و نیروها رو دعوت به این خواست محوری بکنیم. هر کسی که در این خواست محوری همراهی میکنه هست. حالا سوالی بود که آیا این توی نیروی اصلاح طلب هم هست؟ من نیروی اصلاح طلب رو در این حد میبینم که وارد یه رقابت شده با جناح دیگرش. در این میبینم که این رقابت یک میدونی هم برای بعضی از جنبش ها باز کرده. در این میبینم که یک نیمچه انقلابی هم از همین رقابت در اومد، نه فقط از جنبش پایین مردم، از این رقابت تو انتخابات 88 در اومد. اینا رو میبینم، بنابراین به اینا اهمیت میدم، اهمیت خودش رو میبینم. ولی اتکای من بر این نیرو و رهبری این نیرو بزرگترین خطایی است که به نظرم هنوز نیروهای موسوم به اپوزیسیون بیرون از حکومت هنوز دارن مرتکب میشن. تکلیفشون روشن نیست که کجای این قضیه قرار گرفت. میشه از برخی از مطالباتشون یا از زخمهاشون دفاع کرد، طبعاً، ولی به معنای نیست که بشه اون مطالبات رو تحت عنوان رهبری همونها برای اینکه من مثال به ناکجا بخوام یه مثال روشن میذارم. ببینید کشورهای اروپای شرقی به نظر من حکومتاشون، ماهیتشون مثل جمهوری اسلامی به این ترتیب نبودا، چون اونا منفعتی رو که جمهوری اسلامی در حفظ قدرتش داره اونا به این ترتیب نداشتن، عقب نشینی هم کردن. نمیخوام بگم اینن یکی هستن، ولی کسانی که در کشورهای اروپای شرقی، کسانی که در آمریکای جنوبی، کسانی که در آفریقا طی این 30 سال گذشته رفتن به سمت پلورالیسم کشورهاشون، به سمت انتخابات آزاد، به سمت توالی قدرت، جانشینی قدرت، تمام اینا کسایی بودن که میدانستن که میخوان به اونجا برن. اینو رها نکردن. ممکنه که از مثلا از یه هنر، مثلا از یه موسیقی شروع کردن ها، از دادن یک آرم مثلا یه مشتی رو گرفتن بالا و اینو گفتن مردم شما اینو تو دیوار خونه هاتون بکشید. ممکنه از یه جای کوچیک شروع کردن، ولی جنبشی راه انداختن و دانستن
که به کجا میخوان برن، یعنی نمیخواهند دیگه حکومت دیکتاتوری داشته باشن. به نظر من تو ایران این هنوز سردرگمه و الان بعد از به خصوص با توجه به این که ما داریم میریم به شرایط سخت، خیلی مهمه که یک جور دیگه این نیروها به این قضیه نگاه بکنن. سپاسگزار. خب بر من مایل هستم این بار در این پنل در این بخش خانم وفا بسیار کم حرف زدم. من به نسبت صحبت هایی که دیگر دوستان کردن، من میخوام دو مرتبه برگردم به طرف خانم وفا و بگم با صحبتی که شما در نخست کردید و صحبت هایی که شد، آنچه را که فکر میکنید لازم بود مطرح بکنید و مطرح نکردید، اگر ممکنه در 90 ثانیه برای ما مطرح کنید. خانم وفا با شما هست. بله، توجه بفرمایید که مردم ایران در قرن معاصر سه جنبش بزرگ یا انقلاب رو برپا کردن برای رسیدن به دموکراسی، به مردم سالاری و استقلالشون و حقوقمند شدنشون. هیچ ملتی به خودش بخیل نیست. اشتباه ها در طرز فکر تقدمگرای گروه های سیاسی بوده. در ابتدای انقلاب هم یک گروه میگفت دیکتاتوری پرولتاریا، یکی میگفت آزادی مقدمه، یکی میگفت استقلال مقدمه، آقای خمینی اومد گفت اسلام مقدمه. این تقدمگرایی ها یعنی حذف سایر حقوق، حذف حقوق یک پارچه مردم. یک نیروی اپوزیسیونی که خود را آزاد و مستقل و دموکرات میدونه این اصول رو از هم تفکیک ناپذیر باید بدونه. استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، اینا مثل ظروف مرتبطه همراه با حقوق ملی با همدیگه ربط دارن. پس این به صلاح اپوزیسیونی که میخواد بیانگر و سخنگو نه قیمه یک ملتی باشه، باید متصف به این صفات در عمل باشه تا بتونه صدای جنبش مردم، جامعه مدنی ایران رو به افکار عمومی برسونه، داخل و خارج، به اصطلاح اپوزیسیون یا مردم ایرانیان خارج کشور و داخل کشور در پیشبرد اهدافشون اینجوری با هم دیگه نسج پیدا بکنن و هم صدا بتونن ایران رو راهبر و آزادی بشن. این تحول باید در طرز فکر گروه های سیاسی رو بله جمله رو تموم کنیم. بله، رخ با این تحول هست که باید. سپاسگزار از شما خانم وفای گرامی. همونطور که متوجه شدین مفاهیم بسیاری هستن که ما لازمه سر اونها مکس بکنیم، تکیه بکنیم، بازشون بکنیم. به نظر ما آن درکی که از استقلال در 100 سال گذشته وجود داشت با درکی که امروز از استقلال داره میشه کاملا متفاوته. ما نمیتونیم با ادبیات و حافظه‌ای که 100 سال پیش نصیب ما شد از استقلال امروز صحبت بکنیم. جهان تغییر کرده، جهان شکلش بسیط‌تر شده یا تنگ‌تر شده. اینها مسائلی است که باید روش صحبت بکنیم، مفاهیم رو باز بکنیم. بنابراین در فرصت‌های دیگری در این رسانه و در این برنامه‌ها ما حتما به این مفاهیم خواهیم پرداخت. درست آقای قاسمی؟ و فکر می‌کنم مفهوم شناسی، پدیدار شناسی موضوعی است که رسانه ما قرار به اون تکیه بکنه. نکته دیگر که این پنل رو می‌بندیم، الان به پنل سوم خواهیم رسید. در پنل سوم ما کمی باز مشخص‌تر الان باز کردیم، از زاویه‌های متفاوت به موضوع نگاه کردیم. مایل هستم در پنل سوم به موضوع وزن سیاسی در معادلات سیاسی بپردازیم. یعنی همه از اپوزیسیون صحبت کردیم، اپوزیسیونی که دارای میتونه وزن باشه یا بی وزن باشه. در این دو صورت نگاهش به دو معادله دیگر قدرت در صحنه جهان یا بازیگران اون معادلات قدرت چگونه خواهد بود؟ جدا از نگاه اپوزیسیون با وزن یا بی وزن، خود اون معادلات چگونه برخورد خواهند کرد؟ مردم و نیروها رو آیا در بازی‌های خود در نظر می‌گیرند یا آنها را به بازی می‌دهند؟ به هر حال بینندگان عزیز، امیدوارم تا این بخش برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. زیاد دور نشین، پس از چند لحظه، میتونه دو روز باشه، لحظات ما این گونه است. باز برمیگردیم، بخش سوم رو با هم خواهیم نگریست. با ما باشید.